بسم الله الرحمن الرحیم. در ویدیو درسی امروز ما شما برای منرال ها بحث میکنیم. میگیم منرال ها چی است، کدام وظایف در داخل عضویت ما شما را به پیش میبرند، با کدام مقدار ضرور میباشد، چه قسم آنها در داخل عضویت جذب میشود و چه قسم از عضویت اطراح میگردد، چه قسم آنها تنظیم میشود. برای این موضوعات در این ویدیو و در ویدیوهای بعدی که مربوط به همین موضوع میباشد بحث میکنیم. منرال ها مرکبات یا مواد غیر عضوی می باشد که به مقدار کم به عضویت ما شما ضرور می باشد. یعنی اگر ما شما کربوهیدرات ها در نظر بگیریم، مثلا لیپید ها را در نظر بگیریم، پروتین ها را در نظر بگیریم، نسبت به این مرکبات منرال ها به مقدار کم به عضویت ما شما ضرور می باشد. مثلا از میکروگرم گرفته تا میلی گرم به اندازه های بسیار کم به وظیفه ما شما ضرور است. اینها وظایف مختلف را در وظیفه ما شما و پیش میبرد که با پیشرفت درس ما شما هر کدام اینها را بحث میکنیم که چی وظیفه در وظیفه ما شما را به پیش میبرد. ولی عموما اگر بگیم منرال ها در ساختمان استخوان ها، در ساختمان دندان ها، در فلوید بیلنس یا هم در انتقال سیاله و یا هم در تعاملات مختلفی میتابولیکی به شکل کوفیکتر برای انزیم ها فعالیت یا وظیفه خود را به پیش میبرد. منرال ها به کتگوری های مختلف تقسیم بندی می شوند. یک تعداد منرال ها را به نام ماکرو منرال ها یاد می نماید. ماکرو منرال ها همان منرال هایی می باشد که روزانه ما از 100 میلی گرم اضافه تر به آنها ضرورت داریم. یعنی منرال هایی هستند، مرکبات غیر عضوی می باشند که روزانه ما شما از 100 میلی گرم اضافه تر به آنها ضرورت می داشته باشیم. مثلا اگر کلسیم را در نظر بگیریم، روزانه ما از 1000 میلی گرم تا 2000 میلی گرم به کلسیم ضرورت داریم تا آنها را از غذا بگیریم. این منرال ها که از 100 میلی گرم اضافه تر ضرور است روزانه برای عضویت ما شما به نام ماکرو مولکول ها یاد می شود، ماکرو منرال ها یاد می شود. یک کاتگوری منرال ها به نام مایکرو منرال ها است. مایکرو منرال ها یا ترس منرال ها، اینها منرال هایی می باشند که از 1 میلی گرم الی 100 میلی گرم روزانه ما به آنها ضرورت داریم. مثلا اگر آهن در نظر بگیریم، از 8 میلی گرم الی 18 میلی گرم در افراد مختلف، در سنهای مختلف، در جنسهای مختلف ما ضرورت داریم. و یک تعداد، یک کاتگوری دیگه منرال ها به نام اولترا ترس منرال ها یاد می نماید. اینها منرال هایی می باشند که ما از 1 میلی گرم کم روزانه به آنها ضرورت داریم. یعنی از 1 میلی گرم هم کم باید در روزانه آنها را بگیریم تا ضرورت شما پوره گردد. مثلا ایودین است که روزانه تقریبا ما شما 150 میکروگرم به آنها ضرورت داریم. این که ماکرو منرال ها یا مایکرو منرال ها یا اولترا ترس منرال ها، اینها را ما به اقسم تعریف کردیم، ولی این رفرنس های مختلف تعریف مختلف بر اینها دارند. همچنان غلظت داخل عضویت منرال ها و یا هم مقدار منرال ها در داخل عضویت توسط جذب نمودن یا گرفتن آنها و توسط اطراح آنها از عضویت تنظیم میگردند. یعنی اگر به این معنا است که اگر زیاد گرفته میشود اطراحش زیاد میشود، اگر کم گرفته شود اطراحش کم میشود، تا در داخل عضویت اندازه این منرال ها تنظیم شود. یعنی تنظیم اندازه اینها توسط گرفتن یا جذب نمودن و توسط اطراح از عضویت تنظیم میگردند. یکی از این منرال ها که بسیار مهم است در داخل عضویت ما شما و از جمله ماکرو منرال ها می باشد، یعنی روزانه به آن از 100 میلی گرم اضافه تر به آنها به آن ضرورت داریم، منرال کلسیم است. یعنی خود اتم کلسیم یک منرال بسیار مهم است در عضویت ما شما. و کلسیم را ما شما می توانیم که از شیر که بسیار یک منبع خوب است و همچنان پنیر، از زردی تخم، از گوشت و یا هم از کلم میتونیم اینها نام ببریم که اینها منابع سرشار از کلسیم میموشد. از این منابع ما شما میتونیم کلسیم را به دست بیاریم. در داخل عضویت ما شما تقریبا از 100 الی 170 میلی گرم
از 100 الی 170 گرام کلسیم در داخل عضلات ما شما موجود است. البته کلسیمی که مثلا در داخل در ساختمان استخوان رول دارد که مقدار اینها زیاد است، ولی کلسیمی که در عضلات ما شما توزیع شده یا هم دیستریبیوشن کلسیم که است به مقدار 25 الی 35 مول و یا هم از 100 گرام الی 170 گرام است که اینها تقریبا 99% کلسیم در داخل استخوان ها دیده می شود. و همچنان مقدار کلسیم در داخل پلازما از 9 الی 11 میلی گرام فی دی سی لیتر است، یعنی در 100 میلی لیتر پلازما 9 الی 11 میلی گرام کلسیم موجود است. اصلا کلسیمی که در داخل عضلات ما شما موجود است بسی شکل آنها را ما شما میتونیم ببینیم. یک شکل کلسیم آیونایزد است، یعنی به شکل آیونی است، دیفیوزیبل هم برش میگه. این شکل کلسیم کلسیم به شکل آزاد است و فیزیولوژیکلی اکتیو که است، یعنی به شکل فیزیولوژیکی فعال است و وظایف مختلف فیزیولوژیکی را که ما پیش میبرند همین شکل کلسیم است که به شکل آیونی یا به شکل آیونایزد موجود است که تقریبا 40% تمام کلسیم در داخل عضلات به شکل آیونایزد یا به شکل آیون در داخل عضلات موجود است. و یک مقدار کلسیم در داخل عضلات با پروتئین یکجا است که مثلا با آلبومین یکجا است و یک مقدار کلسیم در داخل عضلات با اسیدهای عضوی هم یکجا است. ولی کلسیمی که وظیفه فیزیولوژیک را به شکل نرمال به پیش میبرد کلسیمی است که به شکل آیونی در داخل عضلات موجود است. کلسیم از منابع مختلف خصوصا از غذا جذب می شود در داخل عضلات، که مثلا در داخل منابع کلسیم به شکل کلسیم فاسفیت، به شکل کلسیم کاربونیت و هم به شکل کلسیم ترترات موجود است که تقریبا 40% کلسیمی که روزانه ما با آنها ضرورت داریم از امعا جذب می شود. و جذب کلسیم هم در دودونیم و در قسمت اولی ججونیم صورت می گیرد و در این قسمت ها کلسیم در داخل عضلات ما شما و از مواد خوراکه جذب می شود. مکانیزم جذب کلسیم به دو قسم است. یک مکانیزم و یا یک شکلی که کلسیم به عضلات ما شما جذب می‌گردد به نام سیمپل دیفیوژن یاد می‌شود. و مکانیزم دومیش یا شکل دومیش که کلسیم به عضلات ما شما جذب می‌گردد به شکل اکتیو ترانسپورت است، یعنی اکتیو ترانسپورت با این معنا که در اینجا کلسیم پمپ است، کلسیم را با خون ما شما با سرکولیشن یا با جریان خون جذب می نماید و در این حالت باز ATP یا هم انرژی به مصرف می رسد. یعنی به دو قسم یا به دو میکانیزم کلسیم جذب می شود. یک سیمپل دیفیوژنش به این معنی که از لیومن یا از قسمتی که ما شما خوراک گرفتیم یا مواد خوراکی هضم شده بالاخره کلسیم اونها توسط یک شکل بسیار ساده توسط فسیلیتد دیفیوژن که یک ساختمان پروتئینی موجود است و کلسیم را به داخل حجرات اما جذب می نماید. و این کلسیم بعداً توسط کلسیم ATPase یا کلسیم پمپ که در اینجا ATP به مصرف می رسد، یعنی انرژی به مصرف می رسد، یعنی به شکل فعال با جریان خون جذب می شود. با این دو میکانیزم کلسیم جذب می شود که در قدم اول سیمپل دیفیوژن است که انرژی به مصرف نمی رسد، فقط یک مولکول موجود است که آنها جذب کلسیم را آسان می سازد با حجرات اما جذب می شود و بعداً با کالبینجین یکجا می شود و بعداً این کلسیم توسط کلسیم پمپ که یک پمپ است یا هم کلسیم ATPase هم برش میگه، توسط این پمپ که مگنیزم را داخل حجره میسازد و کلسیم را از حجره میگیرد با سرکولیشن یا مجریان خون جذب میشود، در اینجا انرژی به مصرف میرسد. با این دو شکل کلسیم جذب میشود، هم به شکل ساده بدون مصرف انرژی و هم به شکل فعال یا اکتیو ترانسپورت. در هر دو پروسه که کلسیم را جذب می نماید، اگر سیمپل دیفیوژن است و اگر توسط کلسیم پمپ است، یک 25 دای هایدروکسی کلی کلسیفرول که از ویتامین دی سی است یا ویتامین دی 3 با این ضرورت است تا جذب کلسیم به داخل عضلات آسان گردد و اینها را مساعد بسازد. خود ویتامین دی 3 یا یک 25 دای هایدروکسی کلی کلسیفرول تنظیم این مولکولی که کلسیم را جذب می نماید و همچنان تنظیم این کلسیم پمپ را تنظیم می نماید و اینها را مساعد می نماید تا کلسیم به عضلات ما شما و جریان خون ما شما جذب شود. فاکتورهای مختلف موجود است که آنها جذب کلسیم را
زیر تاثیر خود میبرند. یعنی فکتورهای موجود است که اینها بالای جذب کلسیم تاثیر می داشته باشد و جذب کلسیم را یا زیاد می سازد و یا هم کم می سازد. که از این جمله پی اچ اماس، مثلا اگر پی اچ اسیدی باشد، نمک های کلسیم، مثلا کلسیم کاربونیت، کلسیم فاسفیت، اینها نسبتاً انحلالات اینها بیشتر می شود. وقتی انحلالات اینها بیشتر می شود، جذب اینها هم سریعتر می شود. یعنی اگر محیط اسیدی باشد، جذب کلسیم زیاد می شود. ولی اگر محیط قلوی باشد از اما، در این حالت انحلالات نمک های کلسیم نسبتاً کم می شود و سبب از این می شود تا به شکل درست کلسیم جذب نگردند. همچنان خود کمپوزیشن غذایی که ما شما میگیریم و یا هم موادی که در داخل غذایی که ما میگیریم موجود است، ترکیب این غذا هم بالا جذب کلسیم تاثیر نداشته باشد. مثلا اگر در غذایی که ما شما میگیریم پروتئین زیاد باشد، سبب از این میشه تا جذب کلسیم زیاد شد، به خاطر از اینکه امینو اسیدهایی که در پروتئین ها موجود است، اینها سبب افزایش انحلالیت نمک های کلسیم می شود و به شکل درست یا به شکل خوب کلسیم جذب می شود. مثلا اگر در نظر بگیریم اگر 15% پروتئین در غذا کم باشد، این می تواند که 5% جذب کلسیم را کم نماید. همچنان اگر اسیدهای شحمی در غذایی که ما شما میگیریم یا در ترکیب غذایی که ما میگیریم موجود باشند، این اسیدهای شحمی سبب از این می شود که با کلسیم یک صابون غیر منحل را بسازد، یعنی کلسیم را در داخل خود میگیرد و با آنها نمک میسازد که ما شما این فتی اسیدها با کلسیم که نمک میسازد، سوپ یا هم صابون از آنها ساخته میشود و صابون کلسیمی. وقتی این صابون ساخته میشود و نمک اسیدی با کلسیم ساخته میشود، سبب از این میشود که انحلالیت اینها کم گردد و بالاخره جذب کلسیم به داخل عضلات ما شما کم میشود. همچنان کربوهیدرات ها و یا اسیدهای ارگانیکی یا اسیدهای عضوی سبب از این می شود که جذب کلسیم به داخل عضلات ما شما زیاد گردد، به خاطر از اینکه کربوهیدرات هایی که در داخل غذا موجود است یا در ترکیب غذا، اینها توسط میکروب های یا باکتری هایی که در اما موجود است فرمنتیشن یا تخمر اینها صورت می گیرند، به اسیدهای مربوطه تبدیل می شوند و محیط وقت اسیدی شد، سبب از این می شود که انحلالیت کلسیم، نمک های کلسیم زیاد گردند، بالاخره جذب کلسیم زیاد می شود. اگر در غذا فایتیک اسید موجود باشد، این فایتیک اسید سبب از این می شود که کلسیم با نمک های کلسیم انحلالیت اینها کم گردد و بالاخره جذب اینها کم می شود. اگزالات ها هم اگر موجود باشد، کلسیم با اگزالات ها یکجا می شود و جذب اینها کم می شود. اگر منرال ها را در نظر بگیریم، اگر مگنیزیم و فاسفیل باشند، سبب از این می شود که جذب کلسیم کم گردد، به خاطر از اینکه فاسفیت و کلسیم با هم یک ریشیو یا نسبت می داشته باشند. اگر نسبتش یک به یک بود، در این حالت یا فاسفورس یا فاسفیل، کلسیم به شکل نرمال جذب می گردد، ولی اگر فاسفورس زیاد باشد، سبب از این می شود که جذب کلسیم کم گردد. همچنان اگر آهن در غذا موجود باشد، سبب از این می شود تا جذب کلسیم زیاد گردد، به خاطر از اینکه خود آهن با فاسفیتی که موجود است در داخل غذا یا در ترکیب غذا یک مرکب می سازد و بالاخره فاسفیت مصرف می شود و جذب کلسیم زیاد می گردد، که این شکل زیاد شدن جذب کلسیم به شکل غیر مستقیم است. یعنی غیر مستقیم به این معنی که اصلا آهن مقدار یا غلظت فاسفیت را کم می سازد و بالاخره کلسیم جذبش زیاد می گردد. و همچنان ویتامین های مختلف، مثلا ویتامین D3 است که جذب کلسیم را زیاد می سازد، یا هم 125 دای هایدروکسی کولیکلسیپرول، اینها سبب از این می شود تا کلسیم ATPS پمپ کلسیم و یا هم همان فسیلیتیتد دیفیوژن که صورت میگیرد، توسط مولکولی که صورت میگیرد، این ویتامین D3 برای آنها ضرور است تا جذب کلسیم زیاد گردد. همچنان هورمون های مختلف هم میتواند بالای جذب کلسیم تاثیر داشته باشد. مثلا پاراتایروید هورمون است که این پاراتایروید هورمون سبب تنبیه یا سبب فعال شدن انزایم 1 الفا هایدروکسیلیز می شود که در گرده ها موجود است. وقتی 1 الفا هایدروکسیلیز تنبیه می شود، فعالیت از این انزایم سبب از این می شود تا سنتز 125 دای هایدروکسی کولیکلسیپرول زیاد گردد.
وقتی 125 دای هایدروکسی کلیک کلسیفرول زیاد می شود، به این معنی که جذب کلسیم هم زیاد می گردد، به این معنی که پاراتیروید هورمون به شکل غیر مستقیم جذب کلسیم را زیاد می سازد، مثلا انزایم 1 الفا هایدروکسیلاز را زیاد می سازد. و همچنان هورمون کلسیتونین است که اینها سبب نهی این انزایم 1 الفا هایدروکسیلاز می شود و بالاخره سنتیز 125 دای هایدروکسی کلسیفرول یا سنتیز ویتامین D3 از ویتامین D2 کم می شود و بالاخره سبب ازی می شود که جذب کلسیم کم گردد. همچنان حالت صحی و عمر سن بالای جذب کلسیم رول دارد. اگر کسایی که جوانهایی یا افراد کاهل اینها می تواند که صحتمند، اگر صحتمند باشد اینها تا 40% کلسیم را جذب نماید، ولی کسایی که اینها سنشان از 60% یا 60 سالگی زیاد است اینها جذب کلسیم در اینها از حالت نرمال کم می گردد نسبت به. و یا همچنان اگر پاراتیروید هورمون را در نظر بگیریم بالای استخوان‌ها تاثیر می‌نوشته باشد که از استخوان‌ها پس ریابزورپشن کلسیم زیاد می‌شود، یا هم در بالای گرده‌ها تاثیر می‌کند از کلیه‌ها کلسیمی که فیلتر شده جذب آنها را پس زیاد می‌سازد، و همچنان فاسفیت که ما گفتیم که جذب کلسیم را کم می‌سازد بالای کلیه‌ها تاثیر می‌کند پاراتیروید هورمون، و بالاخره اطراح فاسفیت ها زیاد می شود و این هم سببی ازی می شود تا جذب کلسیم در داخل عضو زیاد شود. یعنی خود پاراتیروید هورمون به سه قسم جذب کلسیم را زیاد می سازد. یکی به این معنی که کلیه ها را بالای کلیه ها تاثیر می کند که 1 الفا هایدروکسیلاز انزایم فعال را زیاد می سازد، بالاخره ویتامین دی 3 زیاد می شود، از استخوان ها سببی ازی می شود تا ری ابزورپشن از این کلسیم استخوان ها زیاد کند، یعنی کلسیم پس از استخوان ها جذب شود و کلسیم پلازما سویش بالا می روند. همچنان بالای کلیه ها تاثیر می کند تا ری ابزربشن یا پس انجذاب کلسیم را از فیلترات کلیه ها زیاد کند. همچنان اطراح فاسفیت ها را زیاد می سازد و بالاخره به همین شکل جذب کلسیم را در داخل عضویت زیاد می سازد. مقدار کلسیم در داخل پلازما توسط هورمون های مختلف کنترل می گردد. تقریبا روزانه 250 میلی مول کلسیم فیلتر می شود به کلیه ها، البته اطراح نه، فیلتر می شود. پس از این فیلترات 95% کلسیم در پراکسیمال تیبیول ها، یعنی در قسمت های اولی تیبیول ها پس جذب می شود، ولی این جذبی که در پراکسیمال تیوب صورت می گیرد اینها زیر تاثیر کدام هورمون نیست، ولی جذب خوبی که یا ریگولیشن یا تنظیم سویه کلسیم در داخل پلازما که به شکل درست صورت میگیرد و به شکل خوب کنترل یا تنظیم میشود آنها زیر تاثیر هورمون پاراتیروید هورمون است که پیشتر هم گفتیم که اینها در بالای تیبل های دیستال یا قسمت های تیبلی که فسانی است یا دیستال تیوب اینها تاثیر میکنند و بالاخره جذب کلسیم را زیاد میسازد از این تیوبل ها. به همین شکل در داخل عضویت یا در داخل پلازما سویه کلسیم را تنظیم می نماید. همچنان خود مقدار کلسیم که در داخل پلازما موجود است اینها بالای پاراتیروید هورمون تاثیر می داشته باشد به شکل نگتیو فیدبک، یعنی به اندازه که کلسیم زیاد می شود این سبب ازی می شود تا پاراتیروید هورمون از تایراید کم می سازد، اینها هورمون این هورمون اطراحش یا افرازش از تایراید کم می شود، بالاخره سبب ازی می شود که جذب کلسیم که بیشتر سرش بحث کردیم که به طریقه های مختلف مثلا از استخوان ها زیاد می سازد یا هم در اما زیاد می سازد و یا هم در کلیه ها زیاد می سازد. به این شکل اگر سویه کلسیم زیاد می شود پاراتیروید هورمون افراز پاراتیروید هورمون کم می شود و بالاخره سبب نگتیو فیدبک به شکل نگتیو فیدبک نهی افراز پاراتیروید هورمون می گردد. همچنان اگر مگنیزیم از حالت نرمال زیاد می شود، یعنی هایپر مگنیزیمیا دیده می شود، در این حالت هایپر مگنیزیمیا سبب نهی هورمون پاراتیروید هورمون می شود، یعنی سبب نهی افراز پاراتیروید هورمون می گردد و بالاخره به همین شکل سویه کلسیم در داخل عضویت کم می شود. همچنان گفتیم که پاراتیروید هورمون توسط میتابولیت های ویتامین دی 3
با شکل نگتیو فیدبک هم کنترل می شود. یعنی به هر مقداری که می تواند های ویتامین دی 3 زیاد می شود، این سببی از این می شود تا افراز پاراتیروید هورمون کم گردد و سویه هورمون پاراتیروید کم شود و بالاخره جذب کلسیم از منابع مختلف، از استخوان ها، از اما، از کلیه ها کم می گردد و بالاخره سبب نهی جذب کلسیم می گردد. همچنان خود هورمون پاراتیروید سبب تنبیه انزیم های می شود که آنها 25 هایدروکسی دی 3 یا کولیکالسیفرول یا ویتامین دی 2 با ویتامین دی 3 یا 125 دای هایدروکسی دی 3 تبدیل می نماید یا کولیکالسیفرول. پاراتیروید هورمون این انزیم ها که تبدیل نمودن ویتامین دی 2 با ویتامین دی 3 می نماید تنبیه می نماید و بالاخره به همین شکل جذب کلسیم با داخل عضویات و پلازما زیاد می گردد از اما و از منابع مختلف. همچنان اگر کلسیم، غلظت کلسیم در داخل پلازما در داخل عضویات زیاد می گردد، این سبب از این می شود تا هورمون کلسیتونین افراز شود و بالاخره هورمون کلسیتونین سبب از این می شود تا کلسیمی که در کلیه ها جذب می شود، پس که جذب می شود الفلترات، این پس جذب شدن یا پس انجذاب یا ابزربشن کلسیم در کلیه ها کم می نماید، ری ابزربشن یا پس انجذاب کلسیم از استخوان ها کم می نماید، جذب کلسیم از کلیه ها کم می نماید و همین شکل کلسیتونین سبب کم شدن سویه کلسیم در داخل پلازما و خون می گردد. یعنی به همین اشکال می تواند که غلظت یا سویه کلسیم در داخل عضویت ما شما کنترل. کلسیم در داخل عضویت وظایف مختلف را پیش میبرد. مثلا وظایف مهم اینها که تقریبا 99% تمام کلسیم در داخل ساختمان استخوان ها دیده می شود، در داخل ساختمان دندان ها دیده می شود، همچنان در بلود کوآگولیشن یا در تحصر خونی سهم دارد، همچنان در انتقال سیاله نیورون، در تحرکیت نیورون ها، همچنان در کنتراکشن یا تقلص عضلات، در تقلص نرمال عضلی قلب، همچنان به شکل سیکندری یا هم ترشری مسنجر که در آخذه های مختلف عمل می نماید که ما شما در آخذه ها رول کلسیم را خواندیم، هم به شکل سیکندری مسنجر و هم به شکل ترشری مسنجر فعالیت می نماید. همچنان گپ جنکشن که کلم پرمیابیلیتی دارد، این پرمیابیلیتی هم از سبب موجودیت کلسیم است و کلسیم در این پرمیابیلیتی هم رول دارد. اینها وظایف عمده است که کلسیم در داخل عضویت ما شما انجام می دهد. از نظر کلینیکی کلسیم برای ما شما مهم است. یعنی در بعضی از امراض است، در بعضی از مریضانی دیده می شود که کلسیم از حالت نرمال زیاد می گردد. هایپرکلسیمیا حالتی است که اندازه یا سویه کلسیم در داخل عضویت از حالت نرمال زیاد می شود. اگر در پلازما از 11 میلی گرم فی دسیلیتر، یعنی اگر در 100 میلی لیتر پلازما از 11 میلی گرم اضافه تر کلسیم دیده می شود، این حالتی است که به نام هایپرکلسیمیا یاد می شود و در حالتی هایپرتایرویدیسم دیده می شود، در سرطان های مختلف دیده می شود، مثلا در ادرینال انسفیشنسی دیده می شود، همچنان در اووردوز ویتامین ها، مثلا ویتامین دی 3 که از حالت نرمال یا از مقدار نرمال زیاد داده می شود، در این حالات مختلف سویه کلسیم زیاد می شود که ما شما در بیوشیمی کلینیکی والا اینها بحث می کنیم. چنان یک حالت دیگه که از حالت نظری کلینیکی مهم است، هایپوکلسیمی است که در این حالت کلسیم سویش از حالت نرمال کم می شود. یعنی اگر از 8.5 میلی گرم در فی دسیلیتر پلازما کلسیم کم می شود، این حالتی است که ما شما اینها را برام هایپوکلسیمیا یاد می نماییم. و در حالتی مثلا هایپوالبومینیا، یعنی که سویه البومین در داخل پلازما کم می شود، همچنان هایپوتایرویدیسم که از سبب سرجری یا از سبب عملیات های مختلف به وجود میاد، اگر کلا تایرویدیسم از بین می رود و هم اگر یک قسمتی تایرایج کم می شود توسط عملیات و هم توسط سرجری، در این حالت هم هایپوکلسیمیا دیده می شود. و یا در حالتی که ویتامین دی 3 کم باشد، یعنی در ویتامین دی 3 دیفیشنسی هم هایپوکلسیمیا دیده می شود، و یا هم ویتامین دی 3 موجود باشد ولی تاثیر خود را انجام داده نتواند، و یا هم در مگنیزیم دیفیشنسی
هم در مگنیزیم دیفیشنسی هم سبب از این شد که هایپوکالسیمیا دیده شد، یا هم یک هایپوکالسیمیای نیونیتال است که در اطفال دیده می شود، و آن هم از خاطر علتی از این است که مگنیزیم در اینها کمی باشد و یا هم خود میتابولیزم ویتامین دی 3 به پختگی نرسیده باشند، و یا هم خود پاراتایروید گلند که از یه غده پاراتایروید ای به پختگی نرسیده باشد، و این سبب از این می شود تا در مریضان مختلف هایپو کلسیمیا دیده می شود که به امراض مختلف می انجامد، مثلا به ریتکس می انجامد و یا هم به استیو ملیشیا می انجامد، و این سبب از این می شود که امراض مختلف و یا هم مشکلات مختلف در مریضان دیده شود. این مد درباره کلسیم، البته مهم این است که چه قسم کلسیم به خودت ما شما جذب می شود و با کدام شکل کنترل می گردد. دیگه این هایپوکلسیمیا، هایپرکلسیمیا، اینها را ما شما در بیوشیمی کلینیکی سرش زیاد بحث می کنیم. تشکر از توجهتون.